جمهوری اسلامی چهارشنبه 24 دی ماه 1399، همین چند روز پیش، با آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که روند تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی رو برای سوخت راکتور تحقیقاتی تهران شروع کرده. سه روز بعد 27 دی ماه وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا، ترویکای اروپایی، بیانیه مشترک دادن و ضمن ابراز نگرانی شدید از شروع این روند نوشتن ما قویاً از ایران می‌خواهیم این روند را متوقف کند. در ادامه این بیانیه آمده است با توجه به اینکه تولید اورانیوم فلزی به طور بالقوه می‌تواند پیامدهای نظامی داشته باشد، توجیه معتبری برای استفاده از اورانیوم فلزی توسط ایران وجود ندارد. بر پایه برجام ایران متعهد است که به مدت 15 سال درگیر تولید اورانیوم فلزی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه نشود. ایران اگر نسبت به حفظ برجام جدی است، این فعالیت‌ها را متوقف کند و بدون فوت وقت به تعهداتش ذیل برجام بازگردد. در میدانید که جمهوری اسلامی الان میگه من هیچ تعهدی به برجام ندارم. 24 آذر 99 بود که شیخ حسن رئیس جمهور گفت از اردیبهشت سال 98 ما کاهش تعهدات برجامی را در 5 مرحله انجام دادیم. ایران برای فعالیت هسته‌ای خود هیچ گونه محدودیتی را قائل نیست. در مرحله پنجم کاهش تعهدات صریحا اعلام کردیم تعهدی برای غنی‌سازی و تحقیق و توسعه نخواهیم داشت، که در واکنش به بیرون رفتن آمریکا دولت دونالد ترامپ از برجام بود. ولی به هر حال جمهوری اسلامی الان صریحا میگه ما تعهدی نداریم. خب در خدمت آقای دکتر بهروز بیات هستیم. آقای دکتر بیات کارشناسی ارشدشون رو در فیزیک هستی از دانشگاه فرانکفورت آلمان گرفتن، دکترا در فیزیک کریستال ها رو از دانشگاه ماربورگ آلمان و سالها در دانشگاه های ماربورگ و دانشگاه صنعتی برلین تدریس کردن. ایشون مقیم وین هستند و به عنوان کارشناس مستقل مشاور آژانس بین المللی انرژی اتمی. های دکتر بیات بسیار خوشحالم در این برنامه حضور دارید، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من نخستین پرسش رو اجازه بدید که عرض کنم خدمتتون. بیانیه مشترک سه کشور ترویکای اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس درباره تولید اورانیوم فلزی در ایران خیلی تند بود نسبت به بیانیه‌های قبلی در این لااقل دو سه سال گذشته و گفتن که جمهوری اسلامی باید فوری این فعالیت رو متوقف کنه. خیلی ابراز نگرانی شدید عین این اصطلاح در واقع آمده است اونجا. چقدر مهم اورانیوم فلزی در ساخت بمب هسته‌ای که این واکنش رو باعث شده است در واقع؟ بله، با سلام بر شما و بینندگان گرامیتان و با سپاس از دعوتتون. مشکل رو باید در یک چارچوب بزرگتری اول بهش نگاه بکنیم. آن این است که جمهوری اسلامی در وهله اول یک مشکل بزرگ سیاسی با غرب داره تو منطقه، به این عنوان که در واقع یک کشور مزاحم در منطقه خاورمیانه. ایران تنها کشور نیست، جمهوری اسلامی تنها کشور نیست، اما برای ما ایرانی ها البته اهمیت داره که کشورمون به عنوان کشور مزاحم نباشه. در این چارچوب مزاحمتش در منطقه رفته دنبال دو تا موضوع برای حفظ این مزاحمت، برای حفظ این خصومت بی‌معنی با ایالات متحده با اسرائیل. مجبور شده واسه خودش عمق استراتژیک درست کنه در بیرون و بره هم دنبال تسلیحات هسته‌ای در وهله اول به عنوان یک وسیله بازدارنده. در این چارچوب وقتی که می‌بینیم جمهوری اسلامی در واقع از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله بازدارنده به عنوان یک تهدید همیشه استفاده کرده. حالا برگردیم به وضعیت کنونی. به این ترتیب است که وقتی که برنامه هسته‌ای ایران کشف شد، دیگر امکان این که بمب اتمی بسازد در شرایط متعارف منتفیه.
تا اجالتاً تا اطلاع ثانوی و شاید برای همیشه منتفی باشد. منتها رژیم از این صرف نظر نکرده که هنوزم این بقایای برنامه هسته‌ایشو که در اثر برجام در واقع یک بقایای به کلی بی‌مصرفی بود، از اینا هنوز به عنوان یک تهدید تلویحی حتی استفاده بکنه. خب در چارچوبی در این به علت این که دولت دونالد ترامپ به نظر من به لحاظ غیر قانونی، به لحاظ عدم رعایت نظم جهانی، قراردادهای جهانی، از برجام خارج شد، رژیم جمهوری اسلامی هم با تفسیر غلطی از برجام، به نظر من با تفسیر غلطی از برجام فکر میکنن که خب حالا اینا هم میتوانند به عنوان اقدام متقابل رو بیارن به برنامه هسته‌ایش. و اینجاست که به نظر من لو میره در واقع به نحوی رژیم. رژیم همیشه در این تضاد بوده که گفته برنامه هسته‌ای من یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه، در این حالی که از این برنامه هسته‌ای به عنوان یک وسیله بازدارنده استفاده میکنه. در لحظه کنونی چیکار کرده؟ وقتی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، تنها وسیله ای رو که جمهوری اسلامی بهش متوسل شد که برنامه هسته‌ایش رو پیشرفت بده. و تو این مراحل پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش به مرتب افزایش پیدا کرد. اروپایی ها هم مرتب اعتراض می کردند، منتها چون اروپایی ها قصد داشتند که برجام را نگه دارن، مخصوصا این که نمیخواستن به دولت دونالد ترامپ به اصطلاح آتو بدن، بهانه بدن که هرچه شدیدتر رفتار بکنه، اروپایی‌ها اندکی ملایم اما اعتراض میکردن. حالا تصویب نامه مجلس دیگه در واقع شد بگیم قوز بالا قوز، مشکل بزرگ. تصویب نامه مجلس در شرایطی که بله. من به خاطر اینکه فرصت اون محدوده بیشتر بله. تمایل دارم در بخش فنی تخصصی، چون به همین دلیل من مثلا به قسمت سیاسیشو نخواستم بحث بکنم. متاسفانه یه مقداری رفتیم اون طرف که یه نکاتی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بعدا یه نکته رو فقط خدمتتون عرض بکنم در پیوند با همین بحثی که کردین. ببینید درباره خارج شدن آمریکا از برجام، یکی از نکات مهمی که من در گزارش قبل از گفتگو عرض کردم مسئله برنامه‌های موشکی بود. جمهوری اسلامی بله توافق برجام کرده بودن و خب یک کشوری ازش خارج میشه، میگه ما هرچه تلاش کردیم که بیایم با جمهوری اسلامی باز مذاکره بکنیم درباره برنامه‌های موشکی، بحث دیگه برنامه هسته‌ای حتی نیست، برنامه‌های موشکی است، به دلیلی که بنده در گزارشم عرض کردم نقض قطعنامه 231 که بتونیم در گسترش بدیم این رو. خب جمهوری اسلامی همچنان به ادامه نقض پیمان منع گسترش تسلیحات غیر متعارف در واقع رو آورد و بدیهی است که گسترش موشک‌های بالستیک، تولید موشک بالستیک در ایران با داشتن قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای، این از همین نظر مربوط میشود به برجام و مورد مناقشه همیشه بوده است. حالا اینکه دولت ترامپ کار درستی کرد یا غلطی کرد، شما نظرتون رو فرمودین، بنده فقط خواستم حواشیش رو عرض کنم. ولی اصلا ببینید فرصت بحث درباره حواشی سیاسیش رو نداریم. خواهش میکنم ازتون برای اینکه بتونیم استفاده مستقیم بکنیم، استفاده بکنیم از حضور شما آقای دکتر بیات در زمینه تخصصی، بفرمایید همین اورانیوم فلزی چه اهمیتی داره که اینقدر مهم بوده برای ترویکای اروپا؟ خواهش میکنم. بله، چون بحث سیاسی رو مطرح کردم یه جمله دیگه میگم و اون این که به نظر من آقای خامنه‌ای مسئولیه که باعث شد ترامپ به این راحتی بتونه بره بیرون. این بحث درازیه ولی به نظر من مسئول اصلی آقای خامنه‌ایه، نه آقای ترامپ، ولی این بحث دیگه است. برگردیم به موضوع اصلی. تصویب‌نامه مجلس آورد موضوع این که فلز اورانیوم تولید بشه. مدت ها راجبه صحبت نبود. حالا فلز اورانیوم از این لحاظ ها از اهمیته که برای ساختن بمب اتمی کافی نیست که شما
مثلا فرض کنید اورانیوم هگزافلورید غنی شده داشته باشید یا به ترکیبای دیگرش مثلا اکسیدای اورانیوم و اینا، بلکه برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیوم فلزی است در حالت فلزی، و این آن چیزی است که باعث شده که اروپایی‌ها رو بیش از همیشه شگفت زده بکنه، بیش از همیشه بگیم عصبانی بکنه، زیرا که جمهوری اسلامی در واقع با این اقدامش همراه با اقدامایی که از این در این یک سال نیم کرده، پیامش این بوده، پیام تلویحش این بوده که یا با ما کنار میایید یا ما میریم به طرف بمب اتمی ساختن. یعنی که شما هم اشاره کردید اون موضوع که آقای خامنه ای گفته بمب اتمی اسلامی نیست، فتوا داده، این صحبت ها، اینا در واقع منتفی هست، یعنی اینا جدی نیست. آقایان مختلفشون هم از جمله همین آقای فرمانده سابق سپاه، بله آقای دکتر بیان، چقدر توانایی داره برای تولید، کوتاه بفرمایید که من پرسش بعدو بتونم خدمتتون عرض بکنم، برای تولید اورانیوم فلزی چقدر، در چه حجمی، چگونه، اصلا توانایی انجام این کارو داری یا اینم لاف جمهوری اسلامی است؟ نگاه کنید، برنامه هسته ای ایران همیشه با لاف دو طرفه همراه بوده، یکی که جمهوری اسلامی با رجزخانیش برنامه هسته ایشو خیلی بیش از اونی که بوده عرضه میکنه، طرف مقابلم اینو هی بزرگتر میکنه. این دوتا به نظر من دوتا گزافگویی در مقابل همه، منتها مسئولیت برای ایران و جمهوری اسلامی داره. حالا اینکه جمهوری اسلامی الان شروع کرده دوباره به تحقیق و توسعه در مورد تولید فلز اورانیوم، اگه فرصت داشته باشه طبیعتاً میتونه فلز اورانیوم ایجاد بکنه، البته بهانه میکنن که ما این را برای سوخت ریاکتور تهران با ترکیبش با سیلیسیوم میخوایم به کار ببریم. اونتا بهانه جمهوری اسلامی همیشه این بوده که ما میخوایم برای ریاکتور تهران 20% بکنیم، ما میخوایم را غنی‌سازی 60% بکنیم برای کشتی‌هایی که معلوم نیست چه وقتی ساخته بشن که سوخت اتمی داشته باشن. یعنی اینا فقط بهانه ان، همه دنیا هم این را میداند، از این لحاظ یک تهدید تلویحی نسبت به جهان است. طبیعتاً اگر دست جمهوری اسلامی باز باشد میتواند غنی سازی رو پیش ببره، الان هم برده، میتواند به سطوح بالاتر ببره، میتواند اقدامات دیگری هم در جهت بمب‌سازی بکند. منتها کاری که جمهوری اسلامی تاکنون نکرده اینه همه تعهدات که روشون کار کردن عملیاتی برجام رو نقض کرده، به هم زده. اما آنچه را که تاکنون دست نزده نظارتیه، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواهد بمب بسازد باید از نه تنها پروتکل الحاقی بلکه از NPT یعنی قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای هم بیرون بره، یعنی ایران رو بکنه مثل کره شمالی. و من بعید میدانم که رژیم بتواند، نه به لحاظ تکنولوژیکی، ممکن است وقت داشته باشه، به لحاظ تکنولوژیکی میتواند، اما به لحاظ عملی به خاطر اینکه کشور ایران کشوریه که در آمیخته با غربه، نمیتونی دورش چهار دیوار بکشی و مثل کره شمالیش بکنی. از این لحاظ جمهوری اسلامی به وسیله یه تهدید ازش استفاده میکنه، شاید یا وضعیت کنونی رو نگه داره، نه جنگ نه صلح، نه گفتگو نه جنگ، یا اینی که بخواد امتیازات بیشتری بگیرد. اینی که کدامش است الان مشکل است قضاوت بکنی، هر دوی اینا این دو چیز متصورند. من فکر میکنم آقای خامنه ای علاقه چندانی به وارد شدن به روند دیپلماسی ندارد، زیرا که وضع موجود تنش آلود به نفعشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهروز و بیات عزیز که در این برنامه صفحه آخر در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم. خب یکی دو نکته را عرض کنم در این فرصت کوتاهی که همچنان در اختیار دارم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگویی که اخیراً در سیمای آقایون پخش شد و سایت خامنه ای اون رو بازنشر کرده است، یعنی اینقدر براشون مهم بوده طبیعتاً، به یه نکته بسیار مهم اشاره کرد. حکمرانی ما مشکل از دیدگاه اونا، و الا بحث هسته‌ای و بحث حقوق بشر و بحث دموکراسی و اینا مباحثی نیست که واقعا مهم باشه، چون که موارد زیادی دارید. کشورهای اطراف ما کدومشون دموکراسی دارن؟ کدومشون حقوق بشر دارن؟ کدومشون اصلا انتخابات دارن واقعا درست حسابی؟ اما ببینید مشکلی ندارن، در مدار سیاسی کشورهای استکباری میچرخن و کارشون هم انجام میدن، مشکلی هم ندارن. پس اساس گرفتاری ما با غرب و اساس یعنی از محوری ترین چالش ما با غرب همون شیوه حکمرانی ماست. برای اونها یک چیز مجهولی است، همچین چیزی تو دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل ولایت فقیه باشه. اینا مجهول براشون. ببینید مجهول اولا نیست براشون، از نظر اونا مجهول نیست. حالا خواهم گفت یه نکته مهم ما، البته نمیگوید آقای صالحی، نمیگوید که چرا شیوه حکمرانی ما یعنی جمهوری اسلامی، شیوه حکمرانی شما اساس مخالفت اونا با شماست. اونا یعنی همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه غیر از سوریه و کره شمالی، یعنی تقریبا تمامی کشورهای جهان جزو آنها هستند، جزو اونان که با شیوه حکمرانی شما مشکل دارن. مشکلشون چیه؟ همین ولایت فقیه که میگی براشون مبهمه، نیست. یعنی همه میدانن که رهبر سیاسی بشود رهبر مسلمین، اونم نه فقط در ایران، ایران وسیله است در جهان. مشکل آنها، مشکل اونا به گفته آقای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی، مشکل آنها شعار نابودی اسرائیل، سیاست دشمنی با همه کشورهای منطقه است، مگر اینکه بهشون در کوتاه مدت احتیاج داشته باشین. جنگ تا رفع فتنه در عالم، تقسیم مردم جهان به امت اسلام و مردم غیر مسلمانه. امت اسلام هم که همه شیعیان جهانند در درجه اول و همه مسلمین جهان در درجه بعد، یعنی اهل سنت همون در درجه بعد. مرز جغرافیایی و سیاسی پذیرفته شده در چارچوب سازمان ملل متحد هم در این ایدئولوژی وجود نداره. پرت و پلا نمیگه مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار مشتبه خامنه‌ای و داداش حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه که میگوید در قبال داشتن سوریه استان خوزستان رو میدیم. این همه گریه کردن در سوگ سردار دلهاشون که اگه قاسم سلیمانی نبود داعش زنان ما رو اسیر کرده بود و مردانمون رو سر بریده بود و بر ایران مسلط شده بود. همش فریب همین گریه کننده هاست. فرصت داریم یه ویدئوی کوتاهی از محمود چارباغی فرمانده توپخانه سپاه در جنگ داخلی سوریه بشنوید که میگه اصلا وقتی قاسم سلیمانی ماموریت داشت در سوریه داعشی وجود نداشت. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه، که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایضم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودند که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن بعدن به وجود اومدن. فرمانده توپخانه نیروی قدس سپاه در سوریه بود که صحبت میکرد، نمیدونم چهارباغی یا شاه چراغی، به هر حال فرمانده توپخانه بود، درست زیر دست
قاسم سلیمانی کار میکرد. سوریه مهمه برای جمهوری اسلامی چون کنار گوش اسرائیل، هیچ ربطی به داعش نداشته. کشوری که جمهوری اسلامی میخواد به گفته خودش از نقشه کره زمین محوش کنه، اون بغله، به همین دلیل سوریه مهمه. لبنان هم همینطور، لبنان هم چسبیده به اسرائیل. یک سال کمتر بعد از انقلاب 57، یک سال کمتر از انقلاب 57 گذشته، خمینی به علی اکبر محتشمی پور که از اصلاح طلبان کبیر است مأموریت میده که برو حزب الله لبنان رو در اون کشور درست کن. جنوب لبنان جمعیت فقیر شیعه با پول حکومت ایران که از مردم ایران دزدیده شد، شدن طرفدار حزب الله لبنان که براشون با پول ایران جاده و بیمارستان و مدرسه و مراکز تفریحی و مسکن ساخت. 42 ساله که میخواد محو کنه اسرائیل و جمهوری اسلامی تا به قدس برسه. همون شعار راه قدس از کربلا میگذرد که نهایتش شد جام زهر خمینی با 1 میلیون کشته و ویرانی هایی که هنوز در خرمشهر داریم میبینیم. اینا فهمش برای هر کسی ساده است. بازم برای سردار دلها سینه بزنیم یا برای امام خامنه ای. این که ایران و ایرانی برای جمهوری اسلامی وسیله است برای بسیج امت اسلام علیه کشورهای دیگه، رؤیای کوبیدن میخ اسلام هم در قدس یا اورشلیم محقق می شود، اینا فهمش خیلی ساده است. بعد از 42 سال برای تحقق این رؤیا سعی کردن، همیشه با یک گام به پیش یک گام به پس. بدیهی است داشتن این رؤیای رسیدن جمهوری اسلامی به فناوری نظامی هسته‌ای یعنی تحقق این رؤیای فاشیستی. خب یه بار در قرن 20 دنیا این تجربه رو کرد، یک دیوانه‌ای به نام ملت برتر آلمان دنیا رو به آتش کشید. خب دیگه جهان امروز نمیذاره با اون تجربه، که اون تجربه حالا به هر اسمی تکرار بشه. حرف آقای صالحی که میفرمایند مشکل دنیا با نظام ولایت فقیه کاملا درسته. دنیا میبینه خطر رو، برای همینه که به صراحت میگوید که به هیچ قیمتی اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. من نمیدونم با چه زبونی اینو با چه مشخصاتی به مردم، به بخشی از مردمی که طرفدار جمهوری اسلامی به معنای در واقع فریب خورده های نظام مقدس هستند، این رو به صراحت گفت که هر چه میگذرد فلاکت و بدبختی از سر و روی این مملکت میبارد به نفع ایدئولوژی فاشیستی حاکم بر ایران.